خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکر واجب. از دست و زبانی که براید که از عهده شکرش بدراید، اعملوا آل داود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. بنده همان بی که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حضرت علی کرم الله وجهه می فرماید: لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. سلام و احترام خدمت همه شما دوستان و همکاران گرامی. آرزو دارم که صحت و عافیت و تندرست باشید. به درس گفتار اول از برنامه 40 درس گفتار درآمد بر قانون اساسی از مجموعه دروس حوزه حقوق و علوم سیاسی خوش آمدید. در این درس گفتار برنامه داریم تا روی دو محور مهم معلومات مختصر خدمت شما همکاران گرامی ارائه گردد. یک، هدف از تدویر برنامه 40 درس گفتار درآمد بر قانون اساسی. دوم، وضاحت مختصر در مورد مفهوم مدنی به طبع بودن انسان. پس از توضیح در این دو محور، دروازه باز خواهد شد برای مباحث اصلی ما پیرامون حقوق، تعریف علم حقوق، هدف و موضوع علم حقوق، پیدا کردن جایگاه حقوق اساسی در میان خانواده حقوق، و به همین ترتیب می رسیم به بحث اصلی ما، قانون اساسی، که مهمترین منبع در حقوق اساسی و با اعتبارترین وثیقه ملی در میان دولت‌ها، کشورها و ملت‌ها است. جا دارد که از همکاران گرامی در شبکه رسانه‌ای بلو آی و مؤسسه مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان به منظور تدویر چنین مباحث تشکر و قدردانی کنم. طرح مباحث علمی به ویژه تفصیل و توضیح درس گفتارهای مربوط به حوزه حقوق و علوم سیاسی برای مخاطبانش که بیشتر دانشجویان و پژوهشگران این حوزه است، میتانه یک فرصتی خوب باشد.
آنچه که از سوی همکاران گرامی برای من مکلفیت داده شده، بحث در مورد حقوق اساسی عمومی و بیشتر متمرکز روی قانون اساسی، ضرورت و اهمیت این بحث مهم و مباحث مثل گونه شناسی، پیشینه تاریخی، آیین وضع و تصویب و به همین ترتیب بازنگری، تفسیر، نظارت از اجرای قانون اساسی و مباحث تخصصی و مسلکی که مرتبط به این موضوع است خواهد بود. بحث قانون اساسی یکی از مباحث جدی و مهم برای همه جوامع، کشورها و ملت هاست. بحث قانون اساسی و موجودیت قانون در یک جامعه به عنوان ضابطه اصلی و تعیینگر رفتار حکومتگران و حکومت شوندگان یک امر حیاتی است برای همه. شاید نکته اساسی که ضرورت قانونگرایی و اهتمام به قانون و اجراءات و رفتار مبتنی بر قانون ده اهمیتش را مضاعف میکنه، برگرده به دو ویژگی که در انسان وجود داره. نکته اول ویژگی تکاثر، برتری خواهی و افزون طلبی و افزون خواهی انسان است و نکته دوم بحث خیشتن دوستی انسان. افزون خواهی و خیشتن دوستی بی رویه انسان، تفوق طلبی، برتری خواهی، روحیه استخدامگری و بهره کشی را تشویق و تقویت میکنه. از سوی دیگر قدرت یک مفهوم سرکش و طغیانگر است. باری گفتند قدرت فاسدگر است. قدرت فاسد میکنه و قدرت مطلق مطلق فساد زاست. اما راهی وجود داره برای این که این قدرتی که به عنوان یک مفهوم سرکش و استخدامگر مطرح میشه باید مهار شود و مدیریت شود. بدون تردید مهمترین ابزار و وسیله‌ای که قانون را مهار میکنه، قدرت را مهار میکنه، قانون است. یعنی قدرت با وسیله قانون مهار میشه و کنترل میشه. کدام قانون؟ قانونی که با وسیله حمایت عمومی محافظت شود. یعنی قانونی که تمامی شرایط یک جامعه را از ابتدا تا چگونگی وضعش و اجرایش و به هدف نظم‌دهی در سطوح و لایه‌های مختلف جامعه، این قانون باید به وجود بیاید و قانون به این شکل توسط جمع و توسط حمایت عمومی محافظت میشه. در میان قوانین، قانون اساسی سنگ بنای حقوقی ملت سازی را میگذاره. در یک جامعه راه رسیدن به ملت سازی، راه رسیدن به ملت شدن، راه پرفراز و نشیب و پرپیچ و خم است و قانون اساسی مهمترین سندی است که می تواند این آرمان انسانهای ساکنی در یک جامعه را محقق کند
و او ایست که عدالت در جایگاه واقعی خودش بنشیند و قرار بگیرد. از سوی دیگر همواره در جوامع منازعه بر سر منافع است، منازعه بر سر کسب قدرت، افزایش قدرت، حفظ قدرت و نمایش بیرویه قدرت هست. بنابراین سندی که یا مرجعی که بتانه قانون را کنترل کنه، قدرت را کنترل کنه، قدرت را مهار بکنه و در جوامع متکثر و متنوع که خواسته ها هم متفاوت و گهی متضاد است، این خواسته ها را تفکیک بکنه، مشروع را از نامشروع، موجه را از ناموجه و نهایتاً میان جهت های درگیر در منازعه یک آشتی معنادار به وجود بیاید، او سند قانون اساسی است. پس میتونیم بگیم که قانون اساسی سند یا منشور آشتی دهنده منافع متضاد در جوامع متکثر و متنوع است. از سوی دیگر در جوامع چالش های متعدد وجود دارد و شاید هم ریشه این چالش ها متفاوت باشه. قانون اساسی مهمترین سندی مرفوع کننده چالش های ملی است. از جانبی هم بحث اساسی حقوق و آزادی های بنیادین و اساسی افراد است که هم برای افراد و هم برای دولت ها و ملت ها یک امر مهم و قابل توجه است و معمولا هیچگاه کشورها، انسانها، جوامع دوست ندارند که حقوق و آزادی های بنیادین و اساسیشان با محدودیت ناموجه همراه باشه و قانون اساسی نقش بسیار مهم داره در تعریف حقوق و آزادی های اساسی افراد. از یک سو حقوق و آزادی های اساسی افراد را تعریف می کنه و از جانب هم با ناقضان حقوق و اساسی افراد برخورد جدی می کنه. دولتداری بدون تردید مبتنی است بر یک سلسله اصول و پایه ها. این اصول و مبانی در دولتداری اگر با قانون تعریف نشود، پایانش به یک قدرت مسلط تبدیل میشه. قدرت مسلط و بی‌رویه‌ای که فرصت را برای استخدامگری و بهره‌کشی از انسانهای ساکن سرزمین مساعد می کنند. و از این راه گذر قانون اساسی با اعتبار ترین مدرک و سندی است که هم حقوق و آزادی های اساسی شهروند را تعریف می کند و هم اصول و پایه های دولتداری را تبیین می کنه و هم قدرت مسلط و ویرانگر را محدود می سازه. بنابراین ضرورت قانون اساسی به عنوان ضابطه و معیار اصلی در یک جامعه یک امر مهم، حیاتی و اساسی است. نکته بعدی، شهروند در یک جامعه همواره تمایل داره و علاقمند هست که ویژگی پرسشگری باید وجود داشته باشه. یعنی شهروند مطالبه‌گر، شهروند پرسشگر
و شهروندی که حساب می خواهد، حسابگری را دوست داره، این شهروند شهروند مسئول است. هم خود را مسئول می دانه که در نظمدهی جامعه و در نظم آفرینی جامعه با رفتار منحصر به خودش نقش داشته باشه و از سوی هم علاقمند است که حقوق خودش و آزادی های اساسی و بنیادین خودش نباید لگدمال شود. و در او طرف دولت ها و حکومت ها هم مسئولیت دارند، مسئولیت به این که پاسخگو باشند، در برابر خواسته های شهروندانشان تواضع اختیار کنند، فروتنی اختیار کنند و هر دوی این آرمان و انتظار در موجودیت قانون اساسی از بحران معنا خارج میشه و معنای واقعی خود پیدا میکنه. یعنی قانون اساسی شهروند را پرسشگر و مطالبه‌گر میسازه، حسابگیر میسازه و همچنان حکومت‌ها را فروتن، متواضع و حسابده به وجود میاره. با در نظر داشته این نکاتی که اشاره کردم، ضرورت قانون اساسی یک امر مهم و حیاتی است. شاید بتوان گفت که در نبود قانون اساسی راه رسیدن به یک جامعه متکامل و همینطور راه رسیدن به دولت همگان و تقویت رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان با چالش های جدی روبرو میشه و تمامی مسیرهایی که وصل کنه جامعه را با توسعه، با بالندگی و به همین طور به یک جامعه با ثبات و امن، نبود قانون اساسی خودش سدی بزرگی است. و برعکس، موجودیت قانون اساسی میتونه فرصت‌های کران برای دولتداری، برای ثبات، برای امنیت، برای پایان منازعه و برای تقویت رابطه همه ساکنان جامعه و به همین شکل حکومت با ساکنان جامعه به درستی هموار کنند. با درکی از این موضوع، برنامه 40 درس گفتار در باب قانون اساسی این بحث را در میان میگذاره و به صورت تخصصی و مسلکی به بحث قانون اساسی میپردازه و که در پایان ای برنامه و آنچه که از این برنامه بیرون میشه بتانه یک منبع باشه برای پژوهشگران حوزه حقوق اساسی و دانشجویانی که در حوزه حقوق علوم سیاسی و مباحث مربوط به قانون اساسی کار میکنن و تحقیق میکنن و در عین حال به حکومت ها و به مسئولان دولتداری و حکومتداری که اگر به دنبال تأمین حقوق اساسی مردم باشه، این برنامه میتونه که به این بحث به درستی کمک بکنه. از زاویه دیگر اعتقاد ما بر این است که این برنامه به قانون باوران و به معتقدین به زندگی باهمی بسیار کمک میکنه، برای آنهایی که چه شخصیت های حقیقی و چه شخصیت های حقوقی هستند و باورشان به تأمین حقوق اساسی مردم است و تأمین حقوق اساسی مردم را از مکلفیت های بنیادین خودشان در گفتار و رفتار می دانند، برنامه 40 درس گفتار در باب قانون اساسی می تانه که کمک شایانی را داشته باشد. نکته بعدی از هدف از برگزاری این برنامه این هست که عدالت، آزادی
و برابری شهروندی باید اساس گفتار و رفتار همه قرار بگیره و آنچه که در این برنامه مطرح خواهد شد در همه این درس گفتارها ما را به راه رسیدن به این آرمان ها کمک بکنه که رسیدنی به عدالت باشه، آزادی باشه و برابری شهروندی باشه. محور دومی که بنده میخوام در این درس گفتار اول به او بپردازم او است که از دیر باز گفته شده که انسان یک موجود اجتماعی است، یا همون مفهومی که فلاسفه مطرح میکنن، حکیمان مطرح کردن، به ویژه که در دیدگاه ارسطو مطرح است. انسان مدنی به طبع است. این مفهوم چی را افاده میکنم؟ شاید تا اینجا که انسان یک موجود اجتماعی است کمتر محل نزاع باشه، یعنی اجتماعی بودن انسان در اکثر آموزه ها و مکاتب و نظریات صاحب نظران و اندیشمندان روشن است. اما دو پرسش جدی مطرح است در باب همین مفهوم که مدنی به طبع بودن انسان باشه. دو پرسش جدی محل گفتگوی اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه است. پرسش اول این که آیا دلیل مدنی به طبع بودن انسان اقتضای سرشت و فطرت انسان است؟ و پرسش دوم ای که آیا انسان از روی ناچاری و از روی اضطرار با مدد جستن از عقل حسابگر خودش ای مدنی بودن و مدنی شدن را گزینش میکنن و انتخاب میکنن؟ ای چیست؟ یعنی که این دو پرسش همچنان محل گفتگوست میان صاحب نظران. اما آنچه که مطالعات در این حوزه نشان میده، در باب مدنی به طبع بودن انسان اما جان نکته است که انسان یک موجود اجتماعی است، اجتماع پسند است و مصلحت جمعی را زیاد پذیراست و سلامت خود و تکامل خود در جمع جستجو می کنه. و برای اثبات مدنی به طبع بودن انسان بیشتر استدلال برمی گرده به سرشت و فطرت انسان، یعنی هر کسی که به طبع و فطرتش مراجعه می کنه می بینه که در اونجا اجتماعی بودن و علاقمندی به زندگی جمعی با فطرتش بیشتر سازگار است. یعنی اینکه انسان به بهره‌کشی و استخدامگری از همدیگر علاقمند نباید باشه و رابطه انسان در این مفهوم قابل تعریف نیست که همواره بهره‌کشی و استخدامگری یکی از دیگری مبنا قرار بگیره، بلکه منطق اصلی در اجتماعی بودن انسان ایست که انسان به صورت طبیعی و به صورت فطری علاقمند زندگی اجتماعی است و این زندگی اجتماعی به این معناست که باید تعامل، همکاری و تعاون، همیاری در یک جامعه وجود داشته باشد. یعنی به این معنا که ارتباط انسانها با یک دیگر ارتباط معناداری است و این ارتباط کمک میکنه که همواره
در یک جامعه روحیه همدیگر پذیری، روحیه زیستی با همی و یک روحیه منافع و مصالح مشترک وجود داشته باشد. با توجه به این که این موضوع از سوی فلاسفه یونان مطرح شد، به ویژه ارسطو و افلاطون این بحث را جدی مطرح کردند، توماس آکویناس و چهره های دیگری هم در راستای هم‌عقیده بودن با ارسطو این فلاسفه به این امر صحه گذاشتند و تاکید بیشتر کردند. اینجا قابل یادآوری هست که مخالفین هم این بحث داشته. وقتی که ما به نظریات برخی از اصحاب قرارداد نگاه میکنیم، وقتی که از اصحاب قرارداد صحبت میشه، مرادمون بحث قرارداد اجتماعی است که چهره های مثل توماس هابز، مثل جان لاک، مثل جان ژاک روسو، مثل شارل دومنتسکیو، یعنی چهره هایی که در این حوزه در باب قرارداد اجتماعی هستن، اونا هم نکته نظرات دارن، بخصوص وقتی که به نظریات توماس هابز نگاه میکنیم متوجه میشیم که این بحث را به شدت انکار میکنه و معتقد است که توافق افراد بشر بر سر به وجود آوردن حکومت یک امر قراردادی است، یک امر ساختگی و یک امر مصنوعی است، نه یک موضوع طبیعی و یک موضوع به اصطلاح فطری. اونها چهار پرسش بسیار جدی را مطرح می کنند که بر محور یا در پاسخ به این چهار پرسش اصلی نظریات خودشان را گهی در شکل و محتوای متفاوتتر مطرح می کنند. شاید پرسش های اصلی این باشه که تعریف قرارداد اجتماعی چیست؟ دو جهات و طرف های قرارداد اجتماعی کیها هستند؟ سه محتوای قرارداد اجتماعی چیست و چهارم نتایج و آثار و پیامدهای این قرارداد اجتماعی چی میتونه باشه. وقتی که پاسخ اینها را در این چهار پرسش نگاه بکنیم، میبینیم که نکته نظراتی وجود داره، به ویژه نکته‌ای که اشاره کردم در دیدگاه هابز که توافق افراد را در یک جامعه برای دست یافتن به یک حکومت یا رسیدن به حکومت یک امر مصنوعی تصنعی می دانند، یک امر طبیعی و اینا. همینطور بحث های در میان فلاسفه اسلامی و متکلمان این حوزه هم مطرح است، و مثل دیدگاهی که معلم ثانی مطرح میکنه، فارابی مطرح میکنه، بحث هایی که شیخ الرئیس ابن سینا داره، بحث هایی که امام فخری رازی داره، علامه ابن خلدون داره، و در این اینها هم با مستقیم و غیر مستقیم به این نکته و به این موضوع میپردازن. به هر حال وقت واژه مدنی مطرح میشه، این در اصطلاح فلاسفه اسلامی منصوب میشه به مدینه یا شهر، که باز هم مراد اجتماعی بودن است. در اینجا هم سخن از مدنی بودن انسان، سخن از اجتماعی بودن انسان است. زندگی اجتماعی لزوماً تعریفش این نیست که یک مجموعی از انسانها در یک گوشه از جغرافیا و یک جامعه زندگی کنند. یعنی تعریف زندگی اجتماعی با زندگی کردن یک جمعی از افراد در یک گوشه جغرافیا خلاصه نمیشه، و این شکل زندگی اجتماعی است.
در حالی که باید به ماهیت و به محتوای زندگی اجتماعی توجه ویژه صورت بگیره. ما اگر قدر واضح تر کنیم، ما به زندگی اجتماعی یک تعریف شکلی داریم و یک تعریف محتوایی و درونی و ماهیتی داریم. شکل زندگی اجتماعی همین است که یک مجموعه در یک جای زندگی می کنند، ولی ماهیت اجتماعی بسیار مهم است که درون مایه زندگی اجتماعی است و او است که باید روابط تعریف شود، روابط معنادار باشد، تعاون وجود داشته باشه، همکاری وجود داشته باشه، همسویی وجود داشته باشه و در پایان مصلحت، خیر و منافع جمعی هم به عنوان اساسی ترین عنصری باشه که در گفتار و رفتار مورد توجه همه آحاد جامعه و ساکنان یک جامعه و شهروندان یک جامعه باشه. در اینجا اما نکته اصلی باز هم در مدن بودن انسان برمیگرده به این که سرشت و طبیعت انسان تقاضا میکنه که انسان خیر و مصلحت در جمع باید ببینه. یکی از نکات بسیار مهم فهم غایت انسان است و اما رسیدن انسان به کمال است و این غایت آفرینش انسانی هم هست و برای رسیدن به این معمول باید این آرمان هم باید در یک زندگی که ماهیت اجتماعی داشته باشه باید جستجو شود. حکیمان زیاد، فیلسوفان زیاد در همه مکاتب و آموزه ها وجود دارند و هستند که بر مدنی شدن انسان تاکید دارند که او ناشی از امو سرشت انسان است و انسان در یک موجود ناگزیر از زندگی اجتماعی میدانند و در بستر زندگی اجتماعی هست که معتقد هستند که معیشت معنا پیدا میکنه. حتی یعنی وقتی که یک چنین چیزی وجود نداشته باشه، همون استفاده از زندگی، لذتی از زندگی ضعیف جلوه میکنه و شاید هم انسان از اون جایگاه بلند انسانیش سقوط کنه. یعنی وقتی که انسان به مسیر کمال در حرکت است، این مسیر کمال باید با خیر و مصلحت جمعی همراه باشه. در غیر او انسان گاهی مسیر سقوط را انتخاب میکنه. به هر حال آنچه که تا اینجا خدمت شما اشاره شد، شاید بتانیم بگیم که انسان یک موجود کمالگراست، یک موجود کمالجوست و این کمالگرایی و کمالجویی و انسان توصیه خواه، توصیه اندیش که میخواه به مدارج بالایی از کمال برسه و بدون تردید که با سرشت انسان عجین است و انسان نمیتونه که این در هم آمیختگی و در هم تنیدگی را جدا کنه. آنچه که در صدر و ذیل سخن حکیم ارسطو مطرح میشه او است که انسان در مرحله باید قرار بگیره و در مرحله وجود داره که خواهان مدنیت است، خواهان اجتماعی شدن و اجتماعی بودن هست و این نه تنها در ذات انسان است، در سرشت انسان است، بلکه در عمل هم اگر نگاه بکنیم زندگی اجتماعی است که به حیات انسان معنا میده. اگر زندگی اجتماعی نباشه، حیات انسان متوقف میشه و معنای واقعی خود از دست میده. یعنی هر کی برای خودش سعی کنه و کار داشته باشه و چیزی به نام در هم تنیدگی منافع، خیر جمعی، مصلحت جمعی، راه رسیدن به کمال،
اینها وجود نداشته باشه و در اون صورت جامعه هم قوام پیدا نمیکنه. یکی از بحث‌های اساسی بحث دوام، قوام و ماندگاری جوامی است و این در بستر زندگی جمعی معنا پیدا میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه انسان نیازمندی های متفاوت هم داره و این نیازمندی های متفاوت مشترک هم هست، یعنی که طبیعتاً همیشه یک روحیه تعاون و همکاری و کار مشترک وجود داره که نیازهای همدیگر را مرفوع می سازه و به می دلیل هم هست که هر کی را از بحر کار ساختن. یعنی وقتی که می بینیم در جامعه تقسیم کار وجود داره، تقسیم شغل وجود داره، رشته های مختلف وجود داره، کارکرده های مختلف وجود داره، این کارکرده های مختلف و این به اصطلاح قرار گرفتن در مسیرهای متفاوت، کلش به دلیلی عزیز که زندگی جمعی ارتباط معنایی خود حفظ می کنن. اجزای متفاوت و مختلفی که به هر حال در بسیاری از مسائل و شاید هم در همه مسائل اینها می رسن به یک مخرج مشترک. بنابراین ما میتونیم بگیم که زندگی اجتماعی انسان یک امر طبیعی است، یک امر صرفا قراردادی نیست، یک امری است که با سرشت انسان سازگاری داره، یک حالت اضطراری و تحمیلی نداره. یعنی رابطه های انسان ها یک رابطه های اضطراری و تحمیلی و صرفا قراردادی و تصادفی نیست، بلکه ریشه در نیازهای انسان ها به هم دیگر داره و ریشه در سرشت و طبیعت انسان داره. نکته دیگه هم که مهم است که عرض بکنم بحث آموزه های دینی ماست. در آیات مبارکی از قرآن کریم ما داریم، در سوره فرقان داریم، در سوره های مختلفی از قرآن کریم و در آیات مختلف داریم که ای از رابطه های انسان ها صحبت میکنه، هدایت میده. همین آیاتی که ما در ابتدای بحث این درس گفتار اشاره کردم که قرآن کریم در سوره حجرات آیه 13 اگر فراموش نکرده باشم می فرماید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی مردم را خطاب قرار میده که ای مردم، بلی شما از مرد و زن آفریده شدین، یا آفریدیم شما را از مرد و زن، ملت ها و قبیله ها ساختیم شما را. چرا؟ لتعارفو، به دلیل از اینکه شما همدیگر را بشناسین و این وسیله شناخت همدیگر است. و ضمن این که بحث گرامی بودن و ارجمند بودن آن معیارش مشخص است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی وقتی که ما در این آیت متوجه میشیم، نکته بسیار مهمی وجود داره و او است که انسان ها وقتی که به قبیله ها، به گروه ها، به ملت ها و ملیت های مختلف تقسیم میشن، به خاطر شناسایی همدیگر است و این شناسایی همدیگر جزء لاینفک یا جز جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی است. یعنی زندگی اجتماعی مقتضی است و می طلبه که شناختی از همدیگر در جامعه وجود داشته باشه و حتی در بسیاری اوقات هم افتراق و تفاوت ها، خود تفاوت ها، خود وجوه افتراق نکات بسیار عمده است که فرصت را برای رسیدن به مشترکات مساعد میکنه و کلش زمینه های بازشناسی است. یعنی که باید همدیگر را بشناسیم، روابط همدیگر را بازخوانی و باز تعریف بکنیم
روابط اگر با بحران معنا روبروست، معنادهی صورت بگیره و کل اینها برای تقویت روابط انسانها به همدیگر کمک میکنه. میخوام که در جنبندی عرض بکنم در این درس گفتار امشب که تکامل مادی و معنوی انسان در گرو حیات اجتماعی است یا در بستر زندگی جمعی معنا پیدا می کند و بی تردید انسان یک موجود اجتماعی است و تحقق همه آرزوهای انسان در یک زندگی گروهی معنادار به وجود می آید، محقق می شه. توجه انسان به این نوع زندگی، یعنی به زندگی با همی، همونطوری که اشاره شد، از یک جهت به سرشت و فطرت انسان بستگی داره و از جهت دیگر برمیگرده به نیازمندی ها، آمال، آرزوها و خواسته های انسان و داشتن این همت بلند و داشتن یک حسی کمالگرایی که انسان داره همواره دوست داره که پله های از کمال و از سعادت را طی کنه و به غایت اصلی خودش نزدیک شوه، ای معلوم دار که در زندگی جمعی این بستر به درستی مساعد میشه. یعنی اگر انسان بخواهه با غایت اصلی آفرینش خودش جهت پیدا بکنه، باید زندگی را جهت بده به مسیر اجتماعی بودن و اجتماعی شدن. نکته اساسی ایست که عنصر اصلی در زندگی اجتماعی رابطه است و رابطه انسان، و رابطه انسان هم با یک مفهوم بسیار بسیار ارزشمند همراست و رابطه با ای سنجش میشه و او مفهوم عدالت است. یعنی ما با مفهوم عدالت میتوانیم که رابطه انسانها را معنادهی بکنیم و تنظیم رابطه در تمام سطوح و لایه ها با مفهوم عدالت معنای واقعی خودش را پیدا می کنه. روابط انسان ها باید به شکل تنظیم شود که عدالت در جایگاه واقعی خودش قرار بگیره در تمامی حوزه های زندگی انسانی، زندگی جمعی و در تمام بخش‌ها و سطوح که نگاه بکنیم، زندگی بدون عدالت فاقد معناست و تهی از معناست. بنابراین اصل نکته ایست که ما چگونه زندگی معنادار می داشته باشیم، رابطه انسانها را چگونه با عدالت تنظیم بکنیم و چگونه مسیری را انتخاب بکنیم که حقوق هیچ موجودی ضایع نشوه، پایمال نشوه و حقوق هیچ موجودی لگدمال نشوه و خیر همه و مصلحت همه مد نظر گرفته شوه. این مباحث است که بحث حقوق و تکالیف را به درستی مطرح می کنه و این زوج مفهومی حق و تکلیف به درستی روشن میشه. ما در این برنامه بیشتر به دنبال وضاحتی به همه این بحث ها هستیم و با مفهوم عدالت و با مفهوم حق و با تعریف حق و حقوق باز میتونیم که از راه رسیدن به کمال و غایت اصلی آفرینش انسان را مساعد کنیم. من فکر میکنم که در درس گفتار اول به این قدر اکتفا میکنیم و در درس گفتار دوم به تعریف حق و تعریف از علم حقوق، هدف و موضوع علم حقوق و تصنیف حقوق و همینطور فهم جایگاه حقوق اساسی به عنوان یکی از رشته های شاخه های مهم در علم حقوق
خاد رسیدیم و به او در درس گفتار بعدی میپردازیم. خدایا تو آن کن که پایان کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. از توجه شما تشکر.